خبرهای زیادی از جزئیات مذاکرات منتشر نشده، اما گفته میشه که طرفهای مذاکره کننده روی موضوعات بسیار مهمی در حال گفتگو هستند. فکر میکنین بهترین تاکتیکی که حکومت افغانستان میتونه برای برنده شدن در یک چنین مذاکرات پیچیده استفاده کنه چیست؟ در مذاکرات حکومت افغانستان روی کرده خوبی در قبال صبور بودن در برابر افزایش سطح خشونت را از خود تبارز داده است. ارگ از سوی شهروندان این کشور برای نپذیرفتن همه مطالبات طالبان تحت فشار زیادی قرار دارد که البته به نظرم چنین فشارهایی میتواند موجب مختل شدن پروسه شود. بنابراین با وجود اینکه مذاکرات در هفته‌های گذشته با کندی و سرخوردگی همراه بود، هیچ کدام از طرفین دخیل در این مذاکرات نشان ندادند که ترساندن آنان در میز مذاکره آسان است. بنابراین به نظرم بهترین تکنیک و استراتژی در این مذاکرات برای حکومت افغانستان این خواهد بود که بگوید ما همه شمول هستیم. درباره همه چیز بحث خواهیم کرد، همه چیز را از قلم نخواهیم انداخت. مقاومت خواهیم کرد و هر چیز را نخواهیم پذیرفت. حکومت افغانستان در قسمت رساندن این پیام به جامعه جهانی و اینکه مایل به مذاکره است و با نیت خوب به این مذاکرات رفته است نیز خوب عمل کرده است. شما به نقش جامعه جهانی اشاره کردین. اگر این مذاکرات به یک توافق احتمالی میان طالبان و حکومت افغانستان ختم شود، اروپا در افغانستان پسا مذاکرات چه نقشی را ایفا خواهد کرد و میزان مشارکت مالی و نظامی آن در چه سطحی خواهد بود؟ عوامل زیادی در این موضوع دخیل است. بانک جهانی و در مجموع تحقیقاتی که صورت گرفت نشان می‌دهد که افغانستان دارای صلح به معنای یک افغانستان خودکفا نیست. به منظور استحکام آن کشور و هر نوع توافق احتمالی صلح، افغانستان به سرمایه‌گذاری‌های زیادی نیاز خواهد داشت تا از تکرار سال‌هایی که این کشور درگیر جنگ داخلی بود خودداری شود. به نظر من اروپایی‌ها به این موضوع زیاد اهمیت می‌دهند، بنابراین علاقه شدیدی برای مشارکت در افغانستان وجود دارد. برای اروپا وضعیت و جنگ افغانستان مهم است، زیرا جنگ و ناامنی باعث می شود مردم به کشورهای همسایه فرار کرده سپس به اروپا بیایند. اروپا برای مهار کردن مهاجرت علاقه مند است. در خصوص مشارکت نظامی باید بگویم که به نظرم اروپا هنوز همان را از زاویه دیده امریکایی ها می بیند. بنابراین ممکن اروپایی ها نخواهند بروند و یا به شکل که امریکا خارج می شود بروند. ولی هنوز هیچ صحبتی وجود ندارد که اروپایی ها جای خالی را پر کنند یا پیش قدم شوند و با نیروهای بین المللی در آن کشور نظارت کنند. برای همین فکر می کنم شاهد یک چرخش از مشارکت نظامی و سمت مشارکت در بخش کمک های بشر دوستانه خواهیم بود. اگر حاصل این مذاکرات اعمال بعض تغییرات به ویژه در قسمت حقوق زنان و اقلیت‌ها در قانون اساسی افغانستان باشد، واکنش اروپا در این باره چی خواهد بود و این موضوع چه تأثیری روی کمک‌های اروپا به افغانستان خواهد داشت؟ خطوط سرخ وجود دارد که از نظر سیاسی یا پالیسی های توسعه‌ای ما قابل تلفیق نیست. کشورهای اروپایی از پول مالیات مردم برای چنین برنامه‌ای استفاده می‌کنند. ما پارلمان قوی داریم و مردم می‌پرسند که به کی کمک می‌کنید و پول ما کجا می‌رود. برای همین فکر می‌کنم اروپا واضح گفته است که جمهوریت را ترجیح می‌دهد، زیرا این نوع نظام شرایطی دارد که تامین کننده برخی حقوق مهم مثل حقوق زنان و اقلیت‌هاست. اگر افغانستان از این قوانین عقب گرد کند، ما شاهد عواقب آن خواهیم بود. البته این کار موجب قطع کمک‌های بشردوستانه اروپا نخواهد شد، زیرا چنین کمک‌های غیر سیاسی است و حتی در زمان حاکمیت طالبان نیز صورت می‌گرفت. ولی فکر می‌کنم این موضوع به عنوان یک نیروی بازدارنده توسط اروپا در این مذاکرات استفاده می‌شود تا به طرف‌های مذاکره کننده این پیام را برساند که حقوق زنان و اقلیت‌ها و چیزهای دیگر مانند آن خط سرخ ماست. نظرتان درباره افزایش سطح خشونت در جریان این مذاکرات در افغانستان چیست؟ افزایش خشونت موجب ناامیدی مردم افغانستان به خصوص کسانی شده که به خاطر صلح از بسیاری چیزها گذشتن و حکومت را تحت فشار قرار دادند تا با طالبان وارد مذاکره شوند. البته از نقطه نظر تحلیلی اگر به موضوع افزایش خشونت نگاه کنیم، می‌بینیم که بسیار این وضعیت را قابل پیش بینی می‌دیدند. اما از طرف هم درک من این است که افزایش خشونت برای خانواده‌های قربانیان به خصوص باید بسیار با بدگمانی همراه باشد. آنها ممکن پیش خود بگویند که ما هیئت را به دوحه فرستادیم تا در مورد صلح مذاکره کند، در حالی که در واقع وضعیت در داخل افغانستان بدتر شده است. مردم افغانستان ممکن پیش خود بگویند که چگونه می توانند از روند حمایت کنند که نتوانسته تا حداقل خشونت را کاهش دهد. بنابراین به نظرم افزایش سطح خشونت اعتماد مردم را نسبت به پروسه تحت سوال قرار می دهد.